ولی خودشون هم در درجه اول میدونستن که من اصلا خبر ندارم. مثلا شاختر رو بودم فهمیدم کرامت دانشجو تو زندانه، دوباره در رابطه با من تو زندانه. کرامت که 3 سال پیش دانشجو مدرسه بود و با من هم کلاس بود و رفیق بود و بعدم رفت شیراز، اصلا من حتی یه بارم ندیدم. رضا عزیز، تو یعنی فکر میکنی این اقدامی که حداقل در مورد پرونده شما پرونده ای که خب این همین پرونده استثنایی بود، لزوما همه پرونده ها اینجوری نبود، ولی پرونده ما ولی نمونه ای نبود از این که دستگاه امنیتی کشور حتی میرفت برای اینکه وجود خودشو توجیه بکنه از هیچی، از کاهی حالا یه چیز دیگه هم هست. من یه جای توی یه تحلیلی این رو هم نوشتم هم توی مصاحبه به این نکته اشاره کردم. اون وقت این سوال از من کردی که چرا این کارو کردی، یادم رفت که این تحلیل هم بکرم. تحلیله، یعنی مطمئن نیستم درسته. ببین، محیط روشنفکری ایران اون زمان تلویزیون و کانون پرورش فکری و وزارت فرهنگ و هنر، این سه تا تقسیم میشد دیگه. تو از نشر کتاب بگیر، فیلم، تئاتر، هر چی بود، یا زیر نظر وزارت چیز بود، فرهنگ و هنر بود، یا تلویزیون ملی ایران بود، یا کانون پرورش فکری کودکان و جوانان بود. چیز وزارت فرهنگ و هنر عملا سانسور خیلی قوی داشت، سانسور عملی هنر و ادبیات ایران اونجا انجام میشد. تلویزیون و کانون به لحاظی که اینا رؤساشون هر کدوم خودشون به دربار وصل بودن و آدمایی بودن که دموکرات منش بودن، تو اروپا بزرگ شده بودن، مثلا دوست خود فرح بودن، فرح آدم بازفکری بود، اروپا بزرگ شده بود، این دوستش که اومده شده بود رئیس کانون پرورش فکری، آدم دموکرات منش بود، تلویزیون هم تو قطبی این تیپی بود. اینجاها اون حالت سانسور به این شکل بودم دادم، هنرمندا خیلی به اینجا جلب شدن. اگه شما نگاه کنید تو اون سالها همه هنرمندا سرشناس تو این دوتا، حتی شاملو یک سری فیلم مستند برای تلویزیون ساخت، خود من مونتور فیلم اولش بودم تحت عنوان ورزا جنگ که در چی ساخته بود؟ شما ساخته بود. فیلم معروفش تو اون سری اون فیلم آنا قلیش داماد میشود بود که در مورد عروسی ترکمن صحرا ساخته بود که استاد با خانم میرفندسکی مونتاژ کرده بود. ما موقع دستیار بودیم. فیلم ورزجمیشو من مونتاژ کردم. اولین آشناییم با شاملو. کانون پرورش فکری هم اینجوری بود. محیط دموکرات منشی بود نسبت به کل جامعه. این تئوری منه بعد از سالها فکر میکنم تا حدود توضیح بده و اونم که ساواک برای اینکه بتونه به این دو جا مسلط بشه این پرونده رو گنده کرد، چون ما هم تلویزیونی بودیم هم کانون پرورش فکری و چون من از نتیجه شده میگم، چون بعد از اینکه ما رو دستگیر کرد من قشنگ خاطرم است که بعدا همسرم به من گفت که خانم امیر ارجمند که رئیس کانون بود و دوست نزدیک شهبان بود و آدم دوکت منشی بود، اون زن من خواسته بود، گفته بود ببین این شوهر تو کاری کرد که ما الان اینجا حالا من باید جواب این ساواکی رو بدم که همیشه بخوام کنترل کنم. میدونی در واقع ساواک با این پرونده ما، بزرگ کردن این پرونده ما، گفتم بازم دارم که این تئوری منه، بزرگترین پرونده ما دو تا مرکز اصلی به هنرمندان کشور رو تسخیر کرد، مثل همون چیز، مثل همون وزارت فرهنگ و هنر، که این دو تا تسخیر ناپذیر بودن برای اینکه هم قطبی هم خانم امیر ارجمند آدابای دموکراتیش بودن، دو هر دو از دربار بودن، بنابراین خرشون میرفت، ساواک نمیتونست اینا رو بهشون فشار بیاره. بلی تو این برنامه به اینا ثابت کرد که ببینید این دموکرات منشی شما باعث میشه یه آدای مثل علامه زاده که یه بچه درس خونه شاگرد اول مدرسه تلویزیونه، بهش امکان کار میدی، میاد اینجا فیلم میسازه، میره تو اسپانیا برنده میشه، بعد بخواد بیاد فرار بکشه. بله بله. این تئوری منه. ولی کل قضیه که سوال که به هر حال تو این پرونده رو گنده میکرد که توش تردیدی نیست.
به همین دلیل آدمایی بودن که مثلا واسه یه جرمی کرد که باید یه سال زندان بگیره اعدام می‌شده 8 سال اینا اونا گنده می‌کردن که میدادن به دادگاه که این رایاری گفتن این سواد بود که اینا گنده می‌کرد با شکنجه فلان اعتراف کردن بالبن چون خودشون می‌دونستان من باز تو کتاب مفصل نوشتم شکنجه سنگی هم روز اول کردن ولی نهایتاً من قبول نکردم که کاری کردم و اینا هم زیاد چیز نشدن من با جور زیاد نوشتم که چیز کردم تو همون دادگاه هم گفتن که منم خدا برو بودم من هیچ کاری کردم هیچ از همین هم که میگین من بیخبر بودم یعنی واقعا همه شده میدونستن خود بچه ها میدونستن که من بیخبر بودم خودشون به من چیز نگم اون یه دره که نمیشاختم مثل قصر اینا رو اول به اعدام بعد به حبس ابد نه هر دو به اعدام هر دو دادگاه به اعدام محکوم شد دادگاه اول 7 نفر به اعدام محکوم شدن در دادگاه دوم 5 نفر شدیم به اعدام محکوم دو ماه بعد گفتن که من اون خاطره اون روزی که ما رو بردن توی دفتر سربان دادرس رئیس بازجویی ما و به ما خبر دادن که من و عباس طیفور چیز گرفتیم یه درجه تخفیف گرفتیم و ولی اون دوتا خدا میدونه چی میشه اینجوری گفتن همین که میگی بعدی داره آوردن اول آوردن قصر تو موقعت قصر نگردشن بعد موقع اعدام آوردنشون یمشیدی و بردن اعدام کردن ما اون شب اون ماجرا اون شب به تفصیل من نوشتم بله البته طبق اسناد مدارکی هست که روشن هم هست اونها هم هیچ گونه عملی که حتی مستجب زندان هم باشه نداشتن همونطور که گفتی من دارم میگم نه کرامت بله اون سالها بود با کرامت اون کرامت 3 سال قبلش 1 سال زندان بود اون بابام 1 سال زندان بود یا تو زندان با هم آشنا شده بودن اون تو زندان همکاری میکرد با پلیس وقتی میاد بیرون به طور اتفاقی کرامت در شیراز کرامت شیرازی نبود در شیراز ساکن بود با مادرش و خواهرش و برادرش که همه کوچیک‌تر خوش بودن و این سرپرست خانواده بود کرامت اون بابام شیرازی بود تو شیراز میگه پدرش هم هتل دار بود تو شیراز نه رفیق بودن چون زندانی بودن هم با هم رفیق بودن اون به کرامت این حس رو داده بود که من با سازمان چریکا در تماسم و هر دفعه هم اینو تحریک میکرد به یه چیزی ولی اون زیر بار تحریکی نمیرفت تا اینکه من تو نفر عباس سباکار رفیق حسینی میزنم اون وقتی میره شیراز کرامت رو میبینه بهش میگه کرامت اینو به اون میگه اون که میگه سرش وا میشه اون شروع میکنه اینو هرچی از یه چیزی میخواد این کارو بکنین این کارو نکنین این اعلامیه رو چاپ کنین به نظر میرسه اونم دستورات سباک اجرا میکرده به نظر نمیرسه بوده دیگه یعنی منظورم اینی که اقدام فردی نبوده نه بابا بوده دیگه یعنی نقشه راه معینی بوده نقشه راه من همین دارم میگم دیگه یعنی اگه شما نفوذ بکنی اگه یه سازمان امنیتی نفوذ بکنی توی گروهی و ببینید که اینا دارن چیکار میکنن به دربیاره که وظیفش کار خلافی نکرده که یه سازمان امنیتی همه جای دنیا باید این کارو بکنه نفوذ میکنه تو یه جریانی و بعد میگه آره اینا دارن این کار میکنن اینا دارن بم تعیین میکنن اینا دارن اعلامیه اینجوری مینویسن میره خبر میده نمیگه نه اینکه بیاد به اینا بگه بم تعیین کن اینا بگن ما اهل بم نیستیم میگه چطور اهل بم نیستیم میگه حالا کجا بریم میگه من میگم دیدین چی میگم بعدن بخ بگه بیا بیا اینا چیزی که اگر که حساب کتابی وجود داشت اگر در کشور دیکتاتوری وجود نداشت در یک نفر اونم در دستگاه امنیتی یا چنین کاری بکنه بی تردید به عنوان خیانت به مسائل ملی در واقع بیشتر خیانت خود اینا کردن چون اون تأثیری که به ویژه اعدام خسرو کرامت توی جامعه گذاشت در واقع اینا اینو به وجود آوردن خودشو ساختن بله دیگه رضای علامه‌زاده عزیز من واقعا ازت میخوام که در برنامه های بعدی شرکت بکنی توضیح بدی مسائل رو روشن کنی به عنوان یک هنرمند متعهد الان برای من بگو که چه فعالیت های به اصطلاح نوشتاری و چه فعالیت های هنری اخیرا انجام دادی تا بیشتر آشنا بشن دوستان ما با فعالیت هایشون من قربان برم دیگه کتابایی که نوشتی
چون یه ذره فراوونه، من الان از ته شروع کنم. این الان که مشغول یه فیلم سینمایی هستم که امیدوارم به نتیجه برسه، فیلمنامه‌اش رو نوشتم و برنامه هم این است که شاید بتونیم ماه نوامبر فیلم برداریش رو شروع کنم برای فیلم بلند سینمایی. ولی کار قبل از اینم همین نمایش است که امشب خواهید دید، فیلمش رو خواهید دید، این نمایش جغر جنگ که من دو سال پیش اینو کار کردم و در چندین جا مختلف دنیا نمایش دادم، از جمله در دانشگاه استنفورد در سان فرانسیسکو، و اونجا با چهار تا دوربین ما از این اجرا فیلم گرفتیم و این که خواهید دید در واقع منتاج شده اون اجرایی که در اونجا انجام شده. قبل تر از اون فیلم با من از دریا به گور ساختم، اون فیلم مستعد داستانی در مورد کشتار 67 رو ساختم. مستند داستانی. مستند داستانی. ولی قبلش فیلم مستند در مورد بهائیان رو ساختم با مشکلات و مسائلی که دارن در ایران، تابو ایرانی رو ساختم. این از اینا. کتاب مهمانان هتل استوریا اون که بار خیلی پیشه که الان 28 سال پیش جمع این کارهای اخیرم. کتابا آخرین کتابام خود همین جغد جنگ منتشر شده. قبل از این من یه تئاتری داشتم که بالاخره نتونستم اینو رو صحنه ببرم، به لحاظی پرخرج بود، ولی منتشرش کردم. همینجا تئاتر کلم منتشر شد. متاسفانه نداشتم که بیارم واسه بچه‌ها. اپرت عارف و کلونل در مورد عارف قزوینی و کلونل پسیان. کلونل پسیان من از همون دوره زندانم بود. من موقعی دوست از این کتاب های چیز خونده بودم، از جمله سرزنش موسیقی ایران و اینا. به این سه تا کاراکتر ایرج میرزا و پسیان و عارف و رابطه اینا و مسائلشون خیلی علاقه من شدم. به نظرم خیلی چیز جالبی بود. بعد بالاخره فرصت کردم یک کار تحقیقی دو ساله رو اینا انجام دادم. هر چی بود و نبود در ایران امروز و بیرون من جمع‌آوری کردم، بعد اینو نوشتم. این الان که اجرا کنم قیدم دوندگاه فراوان شد. نهایتاً بلش کردم من نظر اجرا و بعد منتشرش کردم به صورت به همین عنوان اپرت عارف کلونل، که تمام ماجراهای زندگی عارف در واقع شخص دستیش عارفه دیگه. این رو چون احساس کردم مسئله وطن امروزه خیلی حساس و جدیه با توجه به شرایط اون، و اونا واقعا وطن دوستیشون و عشق به وطن و مردم بسیار بارز تو هر ستا اینا بسیار بارزه و رابطهشون هم خیلی زیباستن، خیلی هنری. من هم میگم اون سالا که تو زندان اینو خوندم، این کتاب که آزاد بود که کتاب برمی نبود، اینا رو خوندم و همش فکر میگم چقدر این کاراکترها جالبن که بیان رو پرده یا تو صحنه تئاتر. کتاب رو اشاره این کتاب شد دیگه کم کردیم. من سه تا رمان دارم که به هم پیوسته است، غوک، تابستان تلخ و آلبوم خصوصی. و اینا همه خیلی سال منتشر شده. یه نکته رو که میخوام دیگه به عنوان پایان برنامه، پایان این قسمت از صحبتمون از تو سوال کنم، اوضاع ایران رو چگونه میبینی؟ گرچه هیچگاه خودتو به عنوان یک فعال سیاسی معرفی نکردی، ولی سمت و سوی کارت به هنر متعهد هست، هنری که واقع بینانه است، رئالیسم، مسائل جامعه است، دردهای جامعه رو منعکس میکنه با دوربین، با نوشته. اگر بخواهی به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک فیلمساز، به عنوان کسی که برای در واقع ارائه کار هنری انسانی در واقع بها پرداخته و همچنان در تبعید به سر میبره، در زندان بوده و همچنان به انگیزه های انسانیش وفاداره، با شرایط کنونی که ما داریم اوضاع رو چگونه میبینی؟ یعنی شما الان دید چیه و چگونه میشود از این بحران فراگیری که استبداد
در ایران ایجاد کرده، در ایران و منطقه و کل دنیا، و واقعیتش این شرایطی رو برای فروپاشی کل جامعه، ویرانی جامعه، فقر بی حساب، فساد ساختاری دستگاه حاکمه، فساد اخلاقی، تمام این شرایط رو، حتی دخالت خارجی به وجود آورده. این رو چگونه می‌بینی و اگر بخوای کوتاه توضیح بدی چه راه حل‌هایی رو به عنوان یک هنرمند پیشنهاد می‌کنی؟ حقیقت قضیه این است که این همون جاییست که اصلا نه ذهنم میتونه یه پاسخی براش پیدا کنه. واقعا میگم بیشتری برای من سواله تا جواب بتونم بدم. یعنی این پیچیدگی که هست و این چون بازم خب بیش از سه دهه هست که دورم از جامعه ایران، هرچند که صبح و شبم با اطلاعات از ایران میگذره و یه لحظه نیست که بهش فکر نکنم یا دنبال نکنم اخبارو، با وجود این واقعا هیچ چیزی که بتونم به عنوان نظر الان بگم که چه باید کرد و آینده چیه، گاهی بسیار نگران میشم که با گاهی به خودم امید میدم که نه، بشر هیچ وقت ناامیدی جایی نمیرسه، اینم حل میشه. برای اینکه خودم بتونم واقعا پاسخ روشنی به این قضیه بدم، حتی کلی. ندارم واقعا، نمیخوام حرفی بزنم که خودم بهش باور ندارم. چون هیچ وقت رضا علامه‌زاده فعال سیاسی نبوده و بنابراین هیچ کار راه حل سیاسی نداره. من برای تو رضای عزیز، برای ادامه فعالیت‌های هنری و ارزشمندت واقعا آرزوی موفقیت دارم و این رو کارهایی که انجام میدی با توجه به تمام مشکلاتی که وجود داره، یعنی این بیان و روشنگری از دید هنری انجام دادن، چیزی است که به هر حال ارزشش رو انسان‌های آرمانگرا، انسان‌هایی که صلح دوست و آزادی خواه باشن، به خوبی درک میکنن. من یک دنیا سپاس که این فرصت رو برنده دید، لذت بردم از حضور دیدن اینجا، امیدوارم در فرصت دیگه بودم یه بودم. حتما هم دیگه میبینیم در برنامه بعدی خواهیم بود، میخوایم داشته باشیم و از فعالیت هایی که انجام میدی ما بتونیم این رو معرفی بکنیم. قربون شما، ازت سپاس گذارم.